خب دکتر روزنی، رسیدیم به آنتیبیوتیک ها، تقویت پاره‌ای از میکروب ها، و بعد امروز میخوایم بپردازیم به مسئله شبه دارو، چون متاسفانه مثل نقل و لبا دیگه در اختیار همه است. اینجا به هر سوپرمارکتی که میرید یک بخشش، یک سکشنش اختصاص داره به فروش داروها. حالا پاره‌ای از دارو هستن که با نسخه دریافت میشن، پاره‌ای از داروها رو میتونید بدون نسخه دریافت بکنید. و در این زمینه وضعیتی پدید آمده که خیلی از دانشمندا دارن هشدار میدن، و امیدوارم دکتر نوذری با طرح این مسئله دستگم به طور راهگشا باشه و راهنمایی بکنه هموطنان ما رو در استفاده. و تصور هم میکنم که مشکلاتی که در آمریکا هست در اروپا نباید به این شکل وجود داشته باشه. دکتر نوذری بفرمایید. اول میکروب ها در خدمت کره زمین و در خدمت انسان هستند. درست. بنابراین ما هم بایستی که در خدمت میکروب ها باشیم، یعنی یک همزیستی با هم داشته باشیم. و وقت اون رسیده که مردم دیدشون رو نسبت به باکتری ها، نسبت به میکروب ها عوض بکنن. میکروب ها دشمنان ما نیستند، اما حتی در دانشگاه ها تدریس دانشگاهی به صورت انجام میگیره که اهل بهداشت هم حتی نسبت به میکروب ها به عنوان دشمن نگاه میکنن و سعی بر اون هست که اونها رو نابود بکنن. تعداد خیلی کمی از میکروب ها به ما صدمه میزنن و این تعداد کم آبروی بقیه را هم بردن. بالای 99% از میکروب ها، باکتری ها، از اون هم بیشتر در خدمت کره زمین و در خدمت انسان و در خدمت ساخت و سوز و در خدمت تولید اکسیژن و در خدمت تولید ویتامین هستند. بنابراین انسان به عنوان یک موجودی که دارای مغز پیشرفته ای هست بایستی در خدمت میکروب ها باشه، در خدمت باکتری ها باشه، به صلاح ما هست. امروز 80% از آنتیبیوتیک ها مصرف حیوانی داره، 20% از آنتیبیوتیک ها در مورد انسان ها استفاده میشه. در مورد حیوان ها چرا؟ به خاطر اینکه اونها رو چاق بکنند. امروز میلیون ها حیوان، دام یا پرنده در محیط های بسیار کوچکی پرورش داده میشن، چون هر چقدر که در این محیط های کوچک بیشتر حیوان بگذارید میتونید بیشتر حیوان بفروشید. و بنابراین اینها چون حرکت نمی کنند، چون جنب و جوش ندارند، انرژی مصرف نمی کنند، و چون انرژی مصرف نمی کنند برای تحرک، چون جاش رو ندارند، چاق میشن. و بنابراین گوشت اونها ارزش بیشتری پیدا میکنه، وزنش بالاتر میره در یک مدت کوتاه‌تری. اما به موازات اون سیستم دفاعی اونها هم ضعیف میشه، چون جنب و جوشی ندارند. و به همین دلیل هم هست که به خصوص در ایالات متحده امریکا میلیون ها کیلوگرم آنتیبیوتیک هر سال صرف این حیوانات میشه، فقط به یک هدف، چاق کردن اونها و طبیعتا سودجویی از اونها. در مورد انسان هم مثل نقل و نبات این مواد شیمیایی دارن استفاده میشن. حالا اگر ما به دگرگشت توجه بکنیم میبینیم که میکروب ها هم یک زندگی پویا دارند، یعنی ساکن سر جای خودشون نمی نشینن و میتونن در ظرف مدت کوتاهی ژن‌های مقاوم رو نسبت به این آنتیبیوتیک ها تولید بکنند و بعد حتی این ژن‌ها رو میتونن به همدیگه انتقال بدن، چون بین میکروب ها هم یک همزیستی و یک همکاری وجود داره. در گذشته درباره زبانی که میکروب ها استفاده میکنن تا با همدیگه تماس بگیرن صحبت کردن، همینطور زبانی که میکروب ها استفاده میکنن تا با گونه های دیگه میکروبی تماس برقرار بکنند. و یکی از کارهایی رو که میتونن انجام بدن انتقال همین توانایی ها هست، یعنی مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک ها. و به همین دلیل هست که ما امروز میبینیم که همون تعداد کم میکروبی که به انسان صدمه میزنن قوی تر از گذشته شدن. سل باز برگشته، حتی در شهرهای بزرگ مثل نیویورک،
مثل لس آنجلس و خیلی از بیماری های دیگه که فکر میکردیم از بین رفتن، یا حتی آدم های سالم به بیمارستان میرن و در اونجا عفونت میگیرن و از بین میرن. اروپا و امریکا سالی 100,000 قربانی میدن سر همین مسئله. این یک گفتار کوتاهی هست در مورد آنتیبیوتیک که در مورد ویروس ها هم اثری ندارد. بنابراین سرماخوردگی راه چارش آنتیبیوتیک نیست. یک دورانی داره که میگذره، 3 روز، 4 روز، 5 روز، 1 هفته و خوب میشه. ویروسی هست، نیازمند به راه های دیگه هست، یا تقویت بیمار هست یا واکسن زدن هست. واکسن زدن یک مسئله خیلی مهم هست برای جلوگیری از بیمار شدن، یا اینکه بهداشت رو تا حدودی رعایت کردن. با کارهای خیلی ساده انسان میتونه نیاز خودش رو از آنتیبیوتیکا به مراتب کمتر و کمتر بکنه. از یک طرف دیگه ما یک مشکل خیلی بزرگ داریم و اون آگاهی تبلیغاتی در مورد مسائل بهداشتی هست که در ایالات متحده امریکا واقعا لجام گسیخته شده و همین مسئله راه رو باز کرده برای یک مشکل دیگه، که اون مشکل دیگه دارو نماها هستن یا شبه داروها هستن، یعنی داروهایی که شکر هستن یا آب هستن، اما مردم اونها رو میخرن چون به اونها اعتقاد دارن، به خصوص اگر در آگهی های تبلیغاتی از اونها شنیده باشند. یا مکمل های ویتامینی در ایالات متحده امریکا بسیار مد هست و قانونی هم جلوی اون رو نمیگیره، یعنی دست این سوداگران رو باز کرده. در خود ایالات متحده امریکا یک بازار 30 تا 50 میلیارد دلار ایجاد کرده. بنابراین یک بازار بزرگ هست، به سادگی نمیشه به اون دست زد. دستان قوی پشت سر اونها هستن و حتی از میدان کار شرکت های داروسازی هم خارج شده. اونها رو تولید میکنن، اما خیلی از افراد خصوصی هم علاقه مند شدن، چون حدود نیمی از جمعیت امریکا از این مواد استفاده میکنن. اون هم مثل نقل و نبات. مثلا شما به یک فروشگاه مراجعه میکنید، ادعا میشه که اگر شما از این مکمل ها استفاده بکنید، از این داروهای حتی گیاهی استفاده بکنید، جوانتر میشید، سرطان نمیگیرید، دچار بیماری های قلبی نمیشید، حس بهتری به شما دست میده، که به هیچ عنوان واقعیت نداره. اما سیستم های بازرسی یا کنترلگر در ایالات متحده امریکا هیچ درخواست کارهای پژوهشی از این افراد ندارند و به همین دلیل هم هست که این افراد میتونن این مواد رو مورد فروش قرار بدن و مردم هم از اونها استفاده میکنن. دکتر نظری، مشکل ما در اینجا داریم، مشکل این هست که استفاده از این مواد بدون خطر نیست. اگر بدون خطر بود آدم میتونه ازش بگذره و آدم میتونه بگه مردم حق انتخاب دارن. درسته که آگهی پشت سر اون مواد هست و حتی آدم های پرشهرت خیلی از اونها عنوان های زیادی هم دارند، اما این باعث نمیشه که فکر بکنیم که این مواد دارویی یا شبه دارویی یا مکمل ها و ویتامین ها یا مکمل های معدنی استفاده ای دارند. درست برعکس، میتونن ایجاد خطر هم بکنند. مطالعات بسیاری نشون داده که برای مثال افرادی که ویتامین ای استفاده می کردن، این قوطی هایی که این مثلا ویتامین ها توی اون هستند، اتفاقا بیشتر از افرادی که نمی کردن دچار بیماری شدن. یا همینطور ویتامین سی، وقتی که آدم ها سرما می خورن این مواد رو میرن میخرن از فروشگاه ها به این خیال که زودتر خوب میشن، که اصلا اینطور نیست و حتی برعکس میتونه کار دستشون بده. بنابراین نباستی فکر بکنیم که این مواد چون مکمل هستن، چون قانونی اونها رو کنترل نمیکنه، چون حتی ایالات متحده امریکا دست فروشندگان اون رو باز گذاشته، بنابراین بی خطر هم هست، حالا استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم. واقعا به صلاح بینندگان شما هست که اگر تصمیم گرفتن از هر کدومه از این مکمل های ویتامینی یا معدنی استفاده بکنن، حتما بایستی تحت نظارت
دکترشون باشه. چیزی نیست که خودشون برن و اون رو خرید بکنن. یک ماده شیمیایی رو دارن وارد بدنشون میکنن. حالا اگر این فصل رو من ببندم و اون فصل شبه داروهای دیگه رو باز بکنیم که اثر روانی دارن اما بیماری شما رو برطرف نمی کنن. شما حتی بسیاری از مریض ها رو میبینید که میگن من وقتی که این دارو رو خوردم واقعا بهتر شدم. این فقط یک حس روانی هست. این داروها قادر هستند که در مغز شما از نظر روانی تولید یک موادی رو بکنن که میتونه شما رو آروم بکنه یا حتی در مواردی به شما یک احساس بهتری بده. بنابراین اثر اونها اثر روانی هست و بیماری شما رو برطرف نمی‌کنه. و این قرن‌ها هست که در مراکز پژوهشی شناخته شده هست. چیز تازه‌ای نیست و به همین دلیل هم هست که قرن‌ها هست که سودجویان از این مسئله استفاده می‌کنن. حالا گاهی اوقات از طریق جادوگری، گاهی اوقات از طریق خرافات مذهبی، گاهی اوقات از طریق این قرص هایی که در کشوری مثل امریکا خیلی مد هست و این یا حتی نوعی از پزشکی که به خصوص از کشور چین وارد کشورهای دیگه شده و بسیار مردمی شده و همه به اون اعتقاد بالایی دارن، در صورتی که اون هم همینطور هست. اون هم یک مشکلی که داره این هست که بیشتر اثر روانی داره، یعنی میتونه ناراحتی های فیزیکی شما رو که درد باشه التیام ببخشه اما بیماری شما رو از بین نمیبره. اگر چربی شما بالا باشه پایین نمیاد، اگر کسی دچار سرطان باشه از بین نمیره. و میدونید که همیشه آدم ها وقتی که دچار یک بیماری میشن معمولا بیشتر بیماری ها بعد از 7 روز، 8 روز، 10 روز خوب میشن. حالا اگر تو این فاصله روز بعد از بیماری یا 2 روز بعد از بیماری شما یک ویتامینی رو استفاده بکنید، میتونید برای بقیه عمرتون قسم بخورید که به خاطر این بود که من خوب شدم. اگر 1 روز، 2 روز بعد از بیماری خودتون به یک شخصی مراجعه بکنید که یک نوع طب شرقی داره که خیلی مد شده این روزها و وقتی که خوب شدید میتونید قسم بخورید که من به خاطر رفتن پیش این آدم هست که خوب شدم. و همینطور در مورد مواد دیگه، افراد دیگه. اما در واقع بسیاری از بیماری ها خود به خود خوب میشن بعد از 7 روز، 8 روز، 9 روز، 10 روز و مشکل ما این هست که آدم های فروشنده از این مسئله استفاده میکنند. شما فرض کنید سردرد داشته باشید، احتمالا روز بعد با یک خواب خوب، تغذیه خوب حالتون بهتر میشه. اما اگر در این فاصله قبل از اینکه خوب بشه هر کاری که بکنید میتونید به خاطر اون کاری که انجام شده فکر بکنید که بهبودی بیماری شما نتیجه اون کار هست. بنابراین میدونید که عوامل متفاوتی دست به دست هم میدن تا کار فروش رو برای اینجور آدم ها، برای اینجور مثلا تب، برای اینجور داروها آسون تر بکنند. و به همین دلیل هم هست که یک بازار بزرگ ایجاد کرده، بسیار بزرگ ایجاد کرده در ایالات متحده امریکا، به خصوص چون دنیا نگاه میکنه به امریکا. در کشورهای اروپایی همونطور که خودتون فرمودید مشکل تا این حد نیست به خاطر اینکه آگهی تبلیغاتی خلاف قانون هست، اما در ایالات متحده امریکا شما میتونید این مکملهای ویتامینی که برای مثال شما رو جوانتر میکنن، به شما نیروی مثبتی میبخشن یا یک انرژی جدیدی در شما ایجاد میکنند یا انرژی که در بدن شما هست اونها رو کنترل میکنن، مهار میکنن به نفع شما، ادعای بدون سند و مدرک. به خاطر اینکه در امریکا این کار آزاد هست و بسیاری از کشورهای دنیا به امریکا نگاه میکنن، بنابراین مشکلی ایجاد کرده در سطح دنیا. درسته، کاملا. من خودم رفتم به فروشگاه 99 سنتی در جا فروشگاه های 99 سنتی انواع و اقسام گالاها وجود داره به قیمت ارزان و مثلا ممکنه شما خمیر دندونی که در فروشگاه های معمولی قیمتش 3 دلاره اونجا به هم قیمت 99 سنت به همون مارک بخرید تهیه کنید و برای خود فروشگاه هر کدام از این کارها یه چیز حدود 30 سنت تمام میشه. 30 سنت 99 سنت میفروشن.
اینا میدن لات میگم که در این زمینه مطالعه کرده بودم و دو سه تا از شعرهای خیلی سرشناس ایرانی هم تصدیتان صاحب فروشگاه 99 سنتی در این شهر هستن. به هر حال در اونجا داروهای عرضه میشه، بیشتر اینه که مورد اشاره آقای دکتر نوذری بود، به هم قیمت 99 سنت، شیشه 99 سنت. حالا یا ویتامین ها هستن یا کرم ها هستن یا موادی هستن که در کار زیبایی از اونها بهره گیری میشه. بعد مشاهده کردم که پاره همین داروها رو فرض بفهمید در برنامه های تلویزیونی به قیمت 100 دلار و 200 دلار و 300 دلار میفروشن، همون 99 سنتی ها رو این قیمت قبلا. البته امیدوارم دیگه این بساط جمع شده باشه و این اسباب تأثیره، نشون میده که واقعا راست میگه، بازار بی در و دروازه بدون کنترل. فقط میخوام ببینم که وظیفه پس FDA چیه آقای دکتر نوذری؟ در مورد در این مورد مسئولیتی ندارد، یعنی ندارد. تصمیم گرفتن که در این مورد دخالت نکنند و دست اینها رو باز گذاشتن. یعنی در واقع یک نوع رقابت برای قارت و چپاول آدمای ساده لو، همین هیچ معنی دیگری نداره دیگه، نیست؟ نه تنها انسانهای ساده لو، حتی بسیاری از انسانهای تحصیل کرده اینا هم مجذوب میشن. راست میگه. بله، ما بالای 120 میلیون مشتری اینجور کالاها در ایالات متحده امریکا داریم. بسیاری از اونها تحصیل کرده ها هستن، اما تحصیل کردن و اندیشیدن پا به پای هم پیش نمیرند و به خاطر این هم هست که اگر یک انسان تحصیل کرده یا یک انسان مورد احترام از این مواد استفاده میکنه، بینندگان شما نباستی تصور کنن که پس برای من هم خوب هست. بین تحصیل و اندیشیدن تفاوت زیاد هست، بین مدرک داشتن و اندیشه و فکر درست داشتن فاصله زیاد هست. و چه قیمت این محصول ها 99 سنت باشه چه 100 دلار باشه، هیچ کدوم اونها خوب نیستن. و همونطور که گفتم، اگر کسی تصمیم بگیره در موارد خیلی استثنایی از این مواد استفاده بکنه، بایستی تحت نظر دکتر خودش باشه، کاملا، نه اینکه خودشون شخصا برن و اینها رو استفاده کنن، چون این موادی رو که وارد بدن خودشون میکنن خطرناک هست، یعنی میتونه کار دستشون بده. شما هر روز صبح بلند میشید، این از توی این شیشه ها یک سری مواد رو خارج میکنید به عنوان مکمل ویتامین، به عنوان مکمل معدنی، و اینها رو وارد بدن خودتون میکنید و بدن شما دچار یک بحران بزرگ میشه، به خاطر اینکه هر روز این محصول وارد بدن میشه و بعد از یک ماه، یک سال، دو سال، ده سال در بدن انسان جمع میشه و سیستم انسان رو به هم میریزه. و خوشبختانه انسان نیازمند به ویتامین هست، اما تغذیه مناسب ویتامین ها رو در اختیار انسان قرار میده. انسان نیازمند به ویتامین هست، اما خوشبختانه میکروب های خوب اون ویتامین ها رو در بدن ما میسازن اگر این فرصت به اونها داده بشه. بنابراین ما بایستی نگاه خودمون رو به میکروب ها عوض بکنیم، به اونها نخست به عنوان دوست، به عنوان همزیست نگاه بکنیم، و دوم نگاه خودمون رو نسبت به ویتامین ها و مواد معدنی هم عوض بکنیم. جای ویتامین ها در تغذیه مناسب هست، جای مواد معدنی در تغذیه مناسب هست و متعادل هست، جای اونها در این قوطی ها نیست. بنابراین در سال پرس کنید 2010 بازار این محصولات فقط در بخشی از ایالات متحده امریکا 20 میلیارد دلار بوده. و از اون طرف اینطور هم نباستی باشه که مردم فکر بکنن که اگر یک محصولی از کشورهای شرقی اومد، مثل فرض کنید چین، چون روی 4-5 هزار سال تاریخ سوار شده، پس یک چیز جادویی و عجیب و غریبی باید توی اون باشه. اگر شما به مقالات این نوع طب نگاه بکنید، حدود 24 تا 25 هزار مقاله هست، بیشتر اونها از کشور چین هست و بیشتر اونها هم به نفع اینجور طب هست. و همونطور که در گذشته صحبت کردم و به خصوص در یک همایش که با دانشگاه استنفورد داشتیم بیشتر در این مورد بحث کردیم، این مقالات ارزش علمی ندارد. بنابراین به خاطر اینکه تعداد اونها بالا هست در حمایت از این نوع طب، دلیل استفاده از اونها نمیشه.
متوجه. اون چیزی که مهم هست مقاله خوب هست که در این مورد وجود نداره. اون چیزی که مهم هست پژوهش درست و خوب هست، نه فقط پژوهش، نه فقط تبلیغات. یک پژوهش بد یک کار تبلیغاتی هست، یک مقاله بد هم یک کار تبلیغاتی هست. یک پزشک اگر یک مسئله غلطی رو عنوان بکنه اون هم یک مسئله تبلیغاتی هست. بنابراین وظیفه رسانه ها چی هست؟ اگر در اروپا رسما اعلام شده که تبلیغ کردن در برای فروش این جور مواد، تبلیغ در مورد مواد بهداشتی غیر قانونی و غیر اخلاقی هست، بنابراین رسانه ها بایستی واقعا به این مسئله احترام بگذارن. به اعتقاد من در خود ایالات متحده امریکا این آگهی ها آزاد هستن، به خاطر اینکه در گذشته در ایالات متحده امریکا تفاوتی نبوده بین آگهی های غیر اخلاقی و غیر قانونی. اون چی که غیر قانونی بوده غیر اخلاقی هم بوده. این نسل جدید هست که این دوتا رو از هم جدا کرده. یعنی اگر غیر قانونی نیست پس ما اجازه این کار رو داریم. خب شما سوال اینه که چرا شخصیت های مثل شما، کسانی که تو این قلمرو تعدادشون تو آمریکا کم نیست، چرا این رو به صورت یه لایحه پیشنهاد نمیدی به دستگاه قانون‌گذاری؟ کما که در مورد سیگار همین شده دیگه، تبلیغ سیگار عملا در تلویزیون های آمریکا ممنوعه، یا نوشابه های الکلی، در حالی که بسیاری از اعضای قانون‌گذاری از خودشون آمیان این شرکت ها هستند. جالبه جالبه جالبه. دکتر نظری، در برنامه رادیویی گوش میکردم، در ایالات متحده آمریکا و اروپا ما جمعا 50,000 پیشگو داری. 50,000 اینا دفتر و دستک دارن، اغلب یه خانه رو اجاره میکنن، گاه در محلات خیلی خیلی گرون. همین شهر لس آنجلس من دیدم و کل این خانه در اختیار کسی است که مدعی است با خواندن کف دست شما میتونه تاله شما رو ببینه، تاله بینی کنه، میتونه به شما راهنمایی بکنه که از این پس در زندگی چه کنید، با معشوقه خودتون با چه رفتاری داشته باشید، با همسرتون چطور از پس یک محاکمه برمیاد، چطور با پلیس، از این زیاد زیاده در اینجا. و جالبه که اغلب که دکتر نوذری میگه، اول اغلب اینها بنابر بررسی‌هایی که صورت گرفته تحصیلات ندارن، یعنی مدرسه نرفتن، اغلب مدرسه نرفتن، یه دو کلاس رفتن و یعنی آدمای شکست خورده از نظر علمی. ولی جالبه که بسیاری از مراجعه کنندگان به اینها تحصیل کردگان، خانم ها و آقایان تحصیل کرده، که وقتی دوچار مشکلی میشن، دوچار بحرانی میشن، وقتی از اونها تا فارغ التحصیلان دانشگاه ها، حتی ممکنه پزشک باشن، وکیل باشن، نمیدونم یه مدیر خیلی مهم در یک تشکیلات های تک، به اینها مراجعه میکنن که اونها به اینها بگن که شما باید چه بکنید. و جالبه که یه جوری هم اینا رو به خودشون وابسته میکنن برای همیشه. ببخشید یادم افتاد به این موضوع. ببینید، برای اینکه یک چیزی رو ما قبول بکنیم شما نیازمند به کارهای پژوهشی هستید، نه اینکه در یک مجله چاپ شده باشه، واقعا در یک جای معتبر چاپ شده باشه. اگر شما به مقالات علمی نگاه بکنید و اونها رو درجه بندی بکنید، مقالات در مورد علم فیزیک مقام اول رو دارن، یعنی میتونید به اونها اعتماد بکنید. درسته. یک فرهنگ متفاوتی فیزیکدان ها دارند، یک سطح طبقه متفاوتی اونها دارند. اگر در همین طبقه بندی شما پایین بیاید، پایین ترین مقام میرسه به علوم روانشناسی، یعنی کمتر از بقیه دانش ها میتونید به اون مقاله ها اطمینان بکنید. بنابراین یک چالش بزرگ اینجا مطرح میشه. اگر این همه مقاله چاپ میشه و هر چقدر که ما به علوم بهداشت نزدیکتر میشیم، به علوم روانی نزدیکتر میشیم، کیفیت اون مقالات پایین میاد و همه هم که توانایی این کار رو ندارن که مقالات رو ارزیابی بکنن، چاره کار چی هست؟ چاره کار این هست که مردم مراجعه بکنن به افرادی که مورد اطمینان اونها هستند، بگذارن اونها این کار رو انجام بدن و این مسئله به این صورتی که الان لجام گسیخته شده در نیاد. به خاطر همین هم هست که چقدر خوب هست که برای مثال در برنامه شما، شما یک فیزیکدان برجسته دارید، آقای دکتر نیری، و
خود این مسئله به اعتقاد من خیلی مهم هست که ما توجه بکنیم که چاپ مقالات به تنهایی کافی نیستن، همونطور که تحصیل کردن به تنهایی کافی نیست. تحلیل داده های علمی یک فن هست، احتیاج به سالها مطالعه داره و این کاری هست که رسانه ها میتونن انجام بدن. یعنی اینکه بیشتر دعوت بکنن از افرادی که اونها این توانایی رو دارن که تجزیه و تحلیل بکنن این همه داده رو. و یادمونم باشه که وقتی که آدم ها در تنگنا قرار میگیرن، وقتی که آدم ها دوچار مشکل میشن، حتی اگر تحصیل کردن باشن، مراجعه میکنن به اون آدم های سودجو، برای اینکه شما نیازمند هستید، برای اینکه در تنگنا قرار گرفتید. و تقریبا همه آدم های دنیا دیر یا زود در تنگنا قرار میگیرد. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم برنامه امروز رو، 30 ثانیه وقت دارید، 30 ثانیه. بینندگان شما از این مکمل های ویتامینی یا مواد معدنی استفاده نکنن مگر تحت نظر پزشکشون، مگر اونها یک برنامه ای داشته باشن برای اونها. از این نوع طب انرژی درمانی، یا اینکه یک نیروی وارد میشه، یا اینکه از کشورهای شرقی اومده، از اونها خودداری کنن، باز مگر اینکه تحت نظر پزشک خودشون باشه. تشکر، تشکر میکنم دکتر نظری عزیز، به شما روز بخیر میگم، تا دیدار دیگر. تا دیدار دیگر.